شماره گردشگرانی که به شهر ساحلی سانیا در جنوبی ترین بخش جزیره هاینان چین میآیند رو به افزایش است. خیلی از خارجی ها هم به اینجا میآیند تا زندگی کنند. در اینجا فرصت کار در همه بخش ها وجود دارد. از گردشگری گرفته تا تدریس، به برخی از این فعالیت ها نگاهی میاندازیم. شارلوت منیت 29 ساله راهی طولانی را از کشورش یعنی بلژیک تا اینجا طی کرده. او در شهر پکن زبان چینی خوانده و سپس به سانیا نقل مکان کرده است. در اینجا عکاسی برای جشن‌های عروسی طرفداران زیادی دارد و به همین دلیل شارلوت شرکتی را با همین موضوع، البته آمیخته با سبک و ذائقه اروپایی، تأسیس کرده است. خب لودو، یک شات از ملودی بگیر. سلام شارلوت، من دیمون هستم. سلام، ببخشید که کارتون را قطع کردم. این کاری است که تقریبا هر روز در اینجا انجام میدهید؟ بله، به نوعی. امروز از ملودی عکس میگیریم. به طور کلی آنچه انجام میدهیم تهیه عکس هایی به سبک بسیار سنتی از عروسی چینی ها با لباس های مختلف است و سپس با طرح های فرانسوی به آن رنگ و لعابی اروپایی میدهیم. شارلوت توانسته است به کمک مهارت و خلاقیت هایش در سانیا زندگی خوبی برای خود فراهم کند. او هر زمان فرصت کند به ساحل می آید تا چیزهای جدیدی کشف کند. اینجا را دوست دارم چون مکان کاملی است. از یک طرف اقیانوس و ساحل‌های زیبا را دارید، سپس شهر و مرکز شهر که همه کار می‌توانید در آنجا انجام دهید، و همزمان کوه‌ها را دارید با جنگل‌های بارانی و گرمسیری و طبیعتی زیبا. گاتفری یکی دیگر از اروپایی‌های ساکن سانیا است. او اهل فرانسه است و پیشتر در نیروی دریایی فرانسه فعالیت می‌کرده. گاتفری از 9 سال پیش به سانیا آمده و بر پروژه توسعه تفریحگاه ساحلی این منطقه موسوم به سرنیتی مارینا از همان ابتدای راه اندازی آن نظارت داشته است. گاتفری، زمانی که 9 سال پیش به اینجا آمدید این تفریحگاه وجود نداشت؟ نه، چیزی جز یک ساحل وجود نداشت. اکنون که به اطراف نگاه می‌کنیم قایق‌های لوکس زیادی را می‌بینیم. حدس می‌زنم که اینجا به یک نقطه کاملا شناخته شده تبدیل شده. بله، هم برای مردم سانیا و هم مردم دیگر نقاط چین. آنها برای تعطیلات به اینجا می‌آیند. حدس می‌زنم برای سرمایه‌گذاران خارجی هم جالب باشد. بله، ما رقابت‌های جهانی زیادی را برگزار کردیم. در این تفریحگاه رقابت‌های بزرگی همچون داوشن ریس که بزرگترین رویداد قایقرانی جهان است برگزار شده. سانیا در 10 سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیری داشته. سرعت پیشرفت خیلی بالا بوده و واقعاً با سواحل مدیترانه‌ای فرانسه قابل مقایسه است. پس از گذراندن یک روز سخت کاری برای استراحت و لذت بردن در سانیا کجا می روید؟ از نظر شما بهترین مکان کجاست؟ به یک رستوران خوب می رم یا با دوستانم هر از گاهی به یک بار می ریم. اینجا زندگی خیلی خوب است. یک زندگی آرام و لذت بخش. گاتفری و شارلوت بخشی از جامعه بسیار بزرگ مهاجران سانیا هستند. رومانیایی‌ها، فرانسوی‌ها، بریتانیایی‌ها، روسا و اوکراینی‌ها همه با هم در این زمین فوتبال جمع می‌شوند. هنری گرین، معلم 25 ساله اهل بریتانیا، یکی دیگر از این مهاجران است. شما نمیتوانید از کار در این جزیره گرمسیری شکایتی بکنید. بازی فوتبال هم در اینجا عالی است. می توانید اینجا بیایید و مردمی از کشورهای دیگر را ببینید و با آنها صحبت کنید. زبان فوتبال شما را در یک جا جمع می کند. صرف زمانی کوتاه برای فوتبال، آن هم در کنار برنامه‌های فشرده کاری، هم ورزش است و هم کمکی تا خارجی‌ها در زندگی و فرهنگ سانیا بهتر ادغام شوند. چین کشور دوستی هاست. هیچ کدام از مهاجرانی که من اینجا در سانیا دیدم نگاهی به گذشته نداشتند. همه آنها به وضوح از شغلشان لذت می بردند و زندگی در این جزیره بهشتی نهایت بهره را می بردند. برنامه امروز به پایان رسید. تا برنامه دیگر برای کشف بهتر جاذبه های سانیا.